رحمان، رحمان کجایی؟ اونم مانده تو این دو سه روزه که نیستم رو همین خط چهار فقط کار کنم. به مصطفی هم گفتم پنج و شیش هنوز ناامنه ها. خیلی روی چشمم مانده هنوز خانومم سلام ها رو برسیم. باز پشت بیسی مزه ریختی؟ حرف شخصی پشت بیسی ممنوعه. هنوز کلت هم مانده پشت بگذره درم چیزی رو کار باشه. به من گفتن نصیر مخصوصی تو اتاق عمل، درسته؟ بله هنوز تو اتاق عمل هستن. کی عملشون تموم میشه؟ فکر میکنم که یکی دو ساعت دیگه بیارنشون بیرون. بسیار. نه نمیدونم، هنوز به وش نیومده. تو کماه. باشه خبری شد بهت میگم. مرسی زنگ زدی. خدا حافظ. تو خوبی عزیزم؟ بهتری؟ واسه چی رفته او شمال؟ نمیدونم، یه دونه پرونده موکلش دست دادستانی انزلی. سلام. وای مادر اگه چیزی شما نکنه من چه خاکی تو سرم بریزم. باز بکن عزیزم، باز بکن. وای مادر چه خاکی تو سرم بریزم. شما نگران نباشید. ای خدا. سلام فرزند، حال شما چطوره؟ دکتر چیزی نگفته؟ نه هنوز تولو که خبری نشده. تو چی بابا، تونستی کاری انجام بدی؟ حالا جواب درست حسابی که به آدم نمیدن. حالا گزارش پلیس را هم میاد، شما نگران نباش، خودم پیگیرشم. ایشالا زودترم خوب میشه. مادرت. ای خدا چه خاکی تو سرت. مادر جان، عزیزم، آروم باش، اینجا بیمارستانه. یه مش مریض دیگه هم اینجا خوابیدن، شما آروم باش. هلی جان میشه یه دقیقه با شما بیرون صحبت کنم؟ بیا. چی شده؟ هیچی. ببین، توی همکارای کوروش یا دوستاتون خانمی به نام مقصودی میشناسی؟ نسرین؟ نه، چطور؟ میگن تو ماشین با کوروش بوده، اونم الان تو کماست. بله. سلام جناب. سلام. گفتن اونو بدیم خدمتشون. بیرش. داشتم خدمت ایشون میگفتم.
متاسفانه شدت تصادف انقدر بوده که جفتشون از ماشین پرت شدن بیرون. هنوز معلوم نیست راننده کی بوده. باید کارشناسی بشه. فعلا میتونید وسایلشون رو تحویل بگیرید. اینم وسایلش. اندک مال شماست؟ فقط بلای سرستن دیوونه ای تو بابا سلام نوشه خوبه نه ممنون هیچی کار خاصی نمی کردم آقا جون دکترش هم گفته که فعلا جابجاش نکنی هیچ تغییر نکرد نه دیگه من بیمارستان میمونم دیگه باش رو منتظرتون خداحافظ بابا حال شر تغییری کرد به من بگو چشم بفهم خدا بفهم خسته نباشی لیلی جان شما برو خونه استراحت کن خبری شد خودم بهت زنگ میزنم باشه خدافظ خدافظ لیلی راستی این دو
دختره که تو ماشین کوروش بود. خوب کاری کردی که به پدر مادر چیزی دربارش نگفتی. من به کسی نگفتم نسرین با شوهر شما تو ماشین بوده. شما به کسی نگین لطفا. آقا شما اینجا چیکار داری با این خانم؟ چیکار داری شما؟ برای شما باید توضیح بدم. بله باید توضیح بدید. شما چیکارش؟ من همه کارشم. آقا کیوان چیزی نگفت بدبختیه. خانم درست صحبت کنید. بدبخت چیه؟ تو بیا بار بشین تو ماشین، شما با من صحبت کن. من با تو صحبت کنم؟ آره با من صحبت کن. تو همه کارشی؟ من همه کارم. عرضه داشتی داداشت تو جمع می‌کردی. من بهت میگم درست صحبت کن. آقا بفرمایید دیگه، بفرمایید. شما بیا برو بشین تو ماشین. نسرین مقصودی. می‌خواستم ببینم نمره پایان‌نامه‌شون اومده یا نه. من همسرشون هستم. یه مشکلی براشون پیش اومده، نمیتونم بیان دانشگاه. یعنی چیه سال پیش پروندهشو منتقل کرده تهران؟ شما مطمئنین؟ بله همونجا رامسر درس بخوندم. همین چند روز پیش اومده بودن شمال برای پایان نامه‌شون. کدوم واحد؟ بله از مهر 91 اینجا هستن. تقریبا یک ماه پیش از پایان نامه‌شون دفاع کردم. باشه ممنونم ازت. خواهش میکنم. چطوری خوبی؟ سلام آقا سعید. خواستم راجب نسرین ازت بپرسم. اتفاقا دیشب اومدم بیمارستان، شما اونجا نبودید. دفتر دانشگاه میگه خیلی وقت پروندهش آورده تهران. اون شما کاری نداشته. من خبر نداشتم. مگه میشه شما خبر نداشته باشین؟ تو نسرین چی گفت که هم دیگه خبر داشتین؟ خب شاید به خاطر کار دیگه ای رفته. اینا که میدونم، برای چه کاری رفته؟ چی بگم والا؟ ببین رایل خانم، بخود من نپیچون. شما یه چیزی میدونی به من نمیگی. آقا سعید من بعد دقیقاً چیو بدونم که به شما نمیگم؟ اینکه نسرین دروغ میگفته میرفته شمال. کاری نذاشته شمال. بابا این همه دلیل برای شمال رفتن، شاید اصلا رفته استادشو ببینه. خب کیو میخواسته ببینه؟ همین رو من بگیم. برام مهمه. آقا سعید من اگه چیزی رو میدونستم مطمئن باشید به شما میگفتم. الانم ببخشید کلاس دارم، دیرم شده. سلام آقا جون. سلام. گفتن جواب سه‌شنبه حاضره، فقط خودتون باید زحمت بکشین تشبیه بیمارستان جواب بگیرید. من یک کاری پیش اومده، چند روزی باید برگردم معدن. اگه سر زندگیت بودی اینجوری نمیشد. گفتن چیزی نیست، شالا خوب میشون هستی. صد بار بهت گفتم این شغل لعنتی ها که صحبتت رو بیار تهران، زندگیت رو را بنداز، رو برا کن. امروز فردا، امروز فردا. این دختر که توقعی ازت نداشت. چیکار باید میکردم آقا جون؟ 10 بار درخواست دادم قبول نکردم. همه شهر، همه شهر.
یه جور پیتزای مخصوص داشت، همونو سفارش دادم. نمیخورم. فردا باید برم پلیس را. باز برای چی؟ باید برم کروکی تصادفو بگیرم ببینم کارشناس نظرش رو اعلام کرده یا نه. میگن هنوز معلوم نیست راننده کی بوده. دیروز اومدم بگم که یه زن غریبه پشت ماشین داداش من چی کار میکرده. اما خب یه نفرم این وسط مرده، خانواده اون بنده خدام پیگیرن. خانم شما اونجا چی کار داری؟ این نسختون رو ما نداریم. لطف کنید از سیزدهوان یا هلال احمر رو بگیرید. از کجا؟ سیزدهوان یا هلال احمر. از شما درد نکنم. خواهش. ببخشید آقا. این برای شوهر من نیست، گفتم بهتون برش گردونم. ممنونم. رمزش کوروشه. با یو. ماشین رو بس. 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 ماشین رو بس.
آقای یوسفی، امروز ملاقات کننده زیاد دارین، همه با هم نمیتونن بیان تو. خانم توکلی، یه بیمار بر بفرستین آی سی یو. اینو بخور آرومت میکنه. وقتی اولین بار کوروش رو تو بیمارستان دیدم با خودم گفتم کاش من جای اون بودم. اله قربونه بشم بر اونگه قصتش رو نخور دیگه، خوب میشه به خدا. از رضا چه خبر؟ میونتون با هم خوبه؟ رضا که خوبه دیگه، چطور مگه؟ هیچی، نوشین. چرا ما اینجوری؟ چجوری؟ همینجوری ساده خر. وا نه دیگه، اینجوری هم نیستی. چرا؟ من خیلی سادم، من خیلی خرم. الان میشه دقیقا بگی چته؟ چی شده؟ کجا داری میری عزیزم؟ میخوام تنها باشم. قربونت برم، چرا حرف نمیزنی با من؟ بله بفرمایید. آدرس من از کجا آوردید؟ چند لحظه منتظر باشید. بله حالا بهتون گفته بودن تو اون تصادف یه نفر دیگه هم مرده، فردا ختم میشه. کارتون همین بود؟ گفتم بد نیست شما هم بیاین، اگه خواستیم میام دنبالتون فردا. مسیرش خورده پرته. ممنون، زحمت نکشین. فیلم هایی توی تبلت رو دیدین؟ پس دیدین؟ جالبه، اما انگار این خیالتون هم نیست. شما اینطور فکر میکنین؟ و چرا چیزی نمیگین؟ کاری نمیکنین؟ چی کار کنم؟ چی کار میتونم بکنم؟ یعنی نمیخوای بدونی از کجا شروع شد؟ نمیخوای بدونی از کجا ما ماشتا شدن؟ نمیخوای بدونی کجا داشتن میرفتن؟ از کجا داشتن میامدن؟ نکنه خبر داشتی چشمتو بسته بودی؟
فکر میکنی کار درستیه بیای به رخ یه زن بکشی که شوهرش با یکی دیگه بوده؟ شوهر شما نامزد من بوده، چرا من فقط باید عذاب بکشم؟ همه باید بدونن. چی کار میکنی آقا؟ علی کیه؟ ببخشید اشتباه شد. چرا آبرو ریزی میکنی؟ چرا آبرو منو میبری؟ مگه تقصیر من بوده؟ آقای محترم از اینجا برید، خواهش میکنم. کار خوبی کردن اومدیم. بابت رفتار دیشب معذرت میکنم، حالا دست خودم نبود. خبرهای خوبی براتون ندارم. وضعیت آقای مقدم بهتر که نشده، متاسفانه بدترم شده. ساقه مغزش به تحریکات واکنششون نمیده، هیچ حرکت چشمی یا مردمکی هم نداره. راستش اگه بخوام باهاتون رو راست باشم، باید بگم وضعیت حیاتش اصلا خوب نیست. الانم اگه زنده است به واسطه این دستگاه است. دکترش چی گفت؟ گفت زمان میبره تا بهتر بشه. بهتر بفرمایید.
دیگه حالم از بوی بیمارستان به هم میخوره. من یه بار ازدواج کرده بودم که به زندگی مشترک نرسید. تو همون عقد فهمیدم که اشتباه کردم. کوروش وکیل طلاقم بود. مسیرم رو خونده بود. پس میشه حد زد کجا با هم آشنا شدن؟ تو دانشگاه. شدن تو دادگاه. آخرین باری که فکر میکنی کوروش به دروغ نگفته کی بوده؟ الان دیگه نمیدونم. منم نمیدونم. کاش زنده بمونه تا ازش بپرسم چرا؟ چی میخواسته که من نداشتم؟ تو اگه نسرین به هوش اومد چی کار میکنی؟ ازش انتقام میگیرم. جدی گفتم. اینجوری به اندازه ما حالشون گرفته میشه. تا زهی با هم متحد بشیم میتونیم یه ضربه اساسی بهشون بزنیم. من باید برگردم بیمارستان. خوب نبود. بر رو زمان بندیت کار کنی. ریتمت به هم ریخته. باشه چشم. شاید من نتونم یه چند وقتی بیام. اینجوری که عقب میمونم. عقب نمیمونه. بخوام رضوی صحبت کردم بیا سر تمریناتت کمکت کنه. من فازم با اون یکی نیست. نمیتونم باش کار کنم. چاره ای نیست. مسابقاتت نزدیکه. خوام رضوی هم مربی خوبیه. باید باش کنار بیای دیگه. باش. هرچی شما بگی. آفرین، تمرین کن. یه چیزی بپرسم؟ این زنی که میگن تو تصادف با کوروش بوده، یعنی توی ماشین بودن، میشناسیش؟ آره میشناسم. یکی از همکاراشه. سلام، خسته نباشی. ممنون خانم. جواز باشه ما آماده. به نام کی بوده؟ مقدم کوروش. کوروش مقدم، بفرمه. ممنون. خواهش. خانم مقدم. خانم مقدم. از حرفای دیشب من ناراحت شدیم؟ کدوم حرف؟ همین که راجع به همدستی و انتقام اینا گفتم. نه، از حرف شما ناراحت نشدم. بیشتر از این ناراحتم که چرا باید تو این شرایط قرار بگیرم. بها منم شرمندم. اصلا شرمندم هم چه حرفی به شما زدم. دست خدا هم نیستم. من پر شفکار دارم که هر چی به ذهنم میاد تو دهنم میگم. بازم رشت من. فقط این کارت منه. اگر کاری چیزی داشتید بزنیم بزنیم یا مسیج بود. بازم رشت.
سلام، فقط خواستم بگم بابت حرفی که زدید و احساسی که داره شرمنده نباشید. نمیدونم اینکه ما شبیه اونا بشیم خیلی وحشتناکه، اما خب فکریه که شاید راحت نمیشه جلوشو گرفت، پس شرمندگی نداره. سلام، فقط خواستم بگم بابت حرفی که زدید و احساسی که دارید شرمنده نباشید. نمیدونم اینکه ما شبیه اونا بشیم خیلی وحشتناکه، اما خب فکریه که شاید راحت نمیشه جلوشو گرفت، پس شرمندگی نداره. واقعا نمیدونم. خود شفاش بگیش خود شما هم زیاد اینجا نمون، برو خونه استراحتی بکن. باش میرم بسید. من اینکه خستم شد این از سال اینجا بود. شما چرا زحمت میکشی؟ بفهمیم. دست شما نمیرم. تشکر. مادر جان. مادر. من نمیتونم هیچ کاری نکنم، دارم خفه میشم، دارم میترکم، انگار جای خون سم تو رگامه. میفهمی؟ میفهمم. اگه میفهمی یه کاری بکن، به اندازه کافی تغییر نشدی؟ چرا؟ و پس چی؟ از چی میترسی؟ از انتقام؟ یا پشیمون شدی؟ تو هیچ وقت جای یه زن نیستی که بفهمی. بفهمید. ببخشید ریخت و پاشید جا. خواهش میکنم. بفهمید بشینید. قرار بود بعد ازدواج اینجا زندگی کنیم، یه مقدار وسیله هم خریدیم به سرق نسرین، نمیدونم چرا فکر میکنم شما باید اینجا رو ببینیم. نمیدونم چرا نام به شما میگم. بفهمید بشینید.
چای یا قهوه؟ اگه اجازه بدید من باید برم دیگه. چای یا قهوه؟ قهوه. سرد نشه. آقا جون سلام. بله بفهمید بله. نسونه میشه دنبال من بیان؟ سلام آقا جون. از این طرف ها؟ اینا چی میگن؟ کیا؟ چه میدونم این پرستارا و نرسا و این آدم ها چی میگن؟ نسرین چی کار کرده؟ هیچی آقا جون. پرسیدم نسرین چی کار کرده؟ گفتم که هیچی. پس این حرف حدیث چیه پشت سرش؟ چه حرف حدیثی؟ من که چیزی نشیدم. تو جاده با کی بوده؟ ها؟ پس تو میدونستی؟ تو میدونستی ها؟ بله آجو. تو میدونستی پس... پس چرا به من چیزی نگفتی؟ برای که مردم حرف مفت زیاد بزنن. میخوام برم بیمارستان. میای؟ بله حضور. ببخشید آقا جون، من موبایلم بالا جا گذاشتم، باید میرم موبایلم بیارم. منتظرم. سلام سلام. ببخشید دیر شد. سلام. معذرت میخوام. ممنونم. خوبی شما؟ نوشینم دیدم ماشینشو داره پارک میکنه، الان میاد بالا. این دکترش باز امروز نیومد؟ هنوز مسافرته. عزیزم من تو تخت افتاده بود دکتر. سلام. سلام. بهمن نوشین خانم.
سلام عروس خانم، چطوری؟ خیلی ممنون. تو خدا ببخشید مادر جون، من خودم میدونم اصلا تو این اوضاع عروسی گرفتن درست نیست، ولی چه حرفیه مادر، تو کوروش هم دوست داره شما زودتر سر سامون بگیری. پس اونو برام درستش میکنی دیگه؟ حتما. آره، نگران نباش عزیزم، اونو برات درست میکنم. خب اینم از عروس خانم ما. چطوره؟ عالی. تازه تاج و تورش هنوز کار داره. دست درد نکنه سارا جون، اصلا فکر نمیکردم انقدر خوب بشه. یه لحظه صبر کن. عالی جناب، این همونیه که به خواب من میاد. لا 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 لا. تو رو خدا ببخشید، ولی خودت که دیدی اصلا نمیشد دیگه خانواده رضا رو بیشتر از این معطل کرد. نه عزیزم، بهترین تصمیم رو گرفتی. ایشالله تا روز عروسی یه اتفاق خوب بیافته. ایشالله. خب گلم، اگه خسته نیستی اینا رو امتحان کن. نه خسته چرا؟ مقدار گشاده. اگه میشه بعدن تاجو انتخاب کنیم. برای چی میخواستی منو ببینی؟ نمیدونم. این روزا سر این جریان حسابی به هم ریختم. من همینطور. حتی نمیتونم در موردش با کسی حرف بزنم. هیچ وقت فکر نمیکردم زندگی مشترک اینقدر سخت و پیچیده باشه. از وقتا فکر کنم کاش ازدواج نمی کردم. شاید اونجوری همه چیز بهتر بود. چرا آدم با هم رو راست نیستن؟ چرا با هم دروغ میگن؟ ببخشید با آقای نسرین رو جوابشو بدم. زنگ زدن دکترش تو راهه، الان میرسه. لیلی جون تویی؟ آره.
این وقت شب اینجا چیکار میکنی؟ نمیتونستم خونه بمونم. بابا قرار بود شما بری خونه بخوابی یکم استراحت کنی. به اندازه کافی خوابیدم. چیزی شده؟ تو میدونستی. چیو؟ میدونستی یا نه؟ آخه چیو؟ نه نمیدونستم. واقعا نمیدونستی؟ لیلی جان من هیچ وقت به تو دروغ نگفتم. به جان خودش واقعا نمیدونستم. متاسفانه وضعش تغییر نکرده. دکتر من باید چی کار کنم؟ میدونم تو شرایط بدی هستی. میفهمم. سخت. ولی کاری از دست کسی بر نمیاد. اون خانومی که باش تو تصادف بوده اون به هوش اومده. آره خوشبختانه به هوش اومده. همین روزا هم مرخص میشه. خدا رو شکر حالش خوبه. همین روزا هم میتونی برش گردون کنی. بیرون تشریف داشته باشید لطفا. الان تموم میشه.
الو میخوام ببینمت. نه نمیتونم. بیرون جلوی در بیمارستان منتظرتم. خواهش میکنم. به چی فکر میکنی؟ دارم فکر میکنم اگه خیلی وقت پیش با هم آشنا شدیم چه اتفاق میفتاد. آره واقعا چی میشد؟ سلام آقای مقصودی، خوب هستین شما؟ میخواستم بگم من امشب نمیتونم بیام بیمارستان، یه مقدار گرفتارم. حالش چطوره؟ به هر حال اگه کاری داشتیم من موبایلم بازه دیگه، تماس بگیرم. بازم ممنونم، خداحافظ شما. الو. بله. نمیدونم، میگن مشکل تنفسی پیدا کرده، سطح هوشیاریش هم اصلا خوب نیست. یعنی چی؟ چه میدونم. وضع امید خوبه، می نویسم که مرخصت کنم. دکتر پام چی؟ با چی؟ هنوز اونطور که باید حس نداره. اون که طبیعیه، زمان می بره تا خوب شه، ولی نیازی به بستری بودن نداری. برات فیزیوتراپی می نویسم، چند جلسه باید انجامش بده. خانمش مرخصه. چشم دکتر.
دکتر مطمئنی مثل روز اول میشه؟ حتما، نگران نباش. کار دیگه نداری؟ نه ممنون. سعید بیا پیشم بشین، خواهش میکنم. ممنونم. برای همه چی. لیلی، لیلی جان، شام حاضره ها؟ اشتها ندارم. میخوای برات بیارم اینجا؟ نمیخورم. خیلی خوب، پس من برات گرم نگهش میدارم، بعدم بخور. کجا داری میری؟ زود برمیگردم. بابا بابا
لااقل تو با من حرف بزن، دارم خفه میشم. من دخترتم، درسته اشتباه کردم اما هنوز دخترتم. من که بعد مرگ مامان جز شما کسی رو نداشتم. وقتی سعید اومد فکر کردم این تنهایی تموم میشه، اما نشد، نشد. نه که بگم آدم بدیه، نه نه، اما اینقدر درگیر کارش بود که انگار اصلا منو نمیدید. نمیخوام خودم توجیه کنم، اما من ترسیده بودم، از خودم ترسیده بودم، از بودم با سعید ترسیده بودم. میترسیدم اگه با سعید ادامه بدم تا آخر عمر تنها بمونم. الان همه دارن منو قضاوت میکنن، همه تو منو محکوم کردین. میدونم کارم بد بوده، ولی لااقل میتونستین یکیتون ازم بپرسه چرا. من پدرتم، میبخشمت. اما اون مرد قراره شوهرت بشه، باید با خودش صحبت کنی. فکر نمی کردم اینجور بشه. اولش فقط یه کنجکاوی بود، میخواستم ببینم چجوری شروع میشه. حالا میفهمم. آدم یواش یواش درگیر میشه بدون که بخواد، بدون که حتی بفهمه. چیزی که غلطه غلطه. من و تو آدم های بدی نیستیم، فقط داریم عداشون رو در میاریم. سعی کن ببخشیش. نمیتونم. تلافی کردن چه فایده داره وقتی نمیدونی چرا؟ من نتونستم از کوروش بپرسم، ولی تو میتونی بفهمی. میتونی بفهمی کجا کم گذاشتی که اون بیراه رفته. تا حالا به این فکر کردی؟ من وسیله انتقام تو از اون نیستم. ما نباید مثل اونا باشیم. وقت فیزیوتراپی دارم، بابا رو بیدار میکنی؟ تلاش کن. آفرین، پا تا بکش رو به سمت جلو. آفرین، عالیه. ببین این تمرینات رو روزی 3 مرتبه تو خونه انجام بدی بهت خیلی کمک میکنه. باشه؟
یه استراحت باش. سعید، سعید، آب. حاضری؟ بله. میخوای چی کار کنی؟ چرا حرف نمیزنی؟ تا کی میخوای چیزی نگی؟ الان دیگه همه چیز راجع به من میدونی. یه چیز پنهونی بین ما وجود نداره. الان این تویی که باید تصمیم بگیری بری یا نه. سعید، تو بودی میبخشیدی؟ میبخشیدی؟ نه. خیلی سخته. سخت. Sat.